داستان احساس ناپلان به انگام اشغال روسیه توسط ناپلان دسته سربازان بی درگیر جنگ شدیدی در یکی از شهرهای کوچک آن سرزمین با زمستانهای بیپایان بود که ناپلان به طور تصادفی از سربازان خود جدا افتاد گروهی از فضاهای روس ناپلون را شناسایی کرده و تا انتهای یک پیش در پیش او را تعقیب ناپلون برای نجات جان خود به پوست پوستفروشی در انتهای کوچه بنبس پناه برد او وارد مغازه شد و نفس نفس زنان التماس کنان فریاد زد خواهش میکنم جان من در خطر است نجاتم دهید کجا میتوانم پنهان شوم پوستفروش پاسخ داد عجله کنید اون گوشه زیر اون پوستها قایم شوید و ناپلون را زیر انبوهی از پوستها پنهان کرد پس از این کار بلافاصله قضاهای روسی از جام رسیدن و فریاد زدن او کجاست؟ ما دیدیم که وارد این مغازه شد. علیرغم رقم اعتراض پوسروش قضاها تمام مغازه را گشتند ولی او را پیدا نکردند و به ناامیدی از آنجا رفتند. مدتی بعد ناپلون از زیر ها بیرون خزید و درست در همان لحظه سربازان او از جا رسیدند. پوسروش به طرف ناپلون برگشت و پرسید باید ببخشید که از مرد بزرگی چون شما چنین سوالی کنم اما واقعا میخواستم بدونم که زیر آن پوستا با اطلاع از این که شاید آخرین لحظات زندگیتان باشد چه احساسی داشتی؟ ناپلون تا حد امکان قامتش را راست کرد و را فریاد کشید با چه جورتی از من یعنی امپراتور فرانسه چنین سآلی می محافظین این مرد گستاخ را بیرون ببرید چشهایش را بسته و اعدامش خود من شخصا فرمان آتش را صادر می کنم سربازان پوسفروش بخ برگشت را به زور بیرون برده و در کنار دیوار با های بسته قرار داد مرد بیشاره چیز نمی ولی صدای سفارای سربازان و تفاینگ های آران که برای شلیک آماده می شدن را میشنید و به حضور لرزش زارمان خود را احساس می کرد. سپس صدای ناپلون را شنید که گلو را شاساف کرد و با سخون سردی گفت آماده هدف با اطمینان از اینکه لحظات دیگر در این احساسات را نخواهد داشت احساس عجیبی سرسر وجودش را فرا و به صورت قطرات اشکی از گونههایش سرازیر شد سکوتی طولانی و سپس صدای قدمهایی که به سویش روانه میشد را شنید ناگهان چشمند او باز شد او که از تابش نیکباری آفتاب قدرت دید کاملی نداشت در مقابل خود چشمان نافذ ناپلون را دید که جرف و پرنفول به چشمان او مینگریست سپس ناپلئون به آرامی گفت حالا فهمیدی که چه احساسی داشتم بعضی از احساسات را هرگز نمیشود به زبان آورد